لوقا فصل 20. یک روز وقت عیسی مردم را در خانه خدا تعلیم می داد و مژده نجات را به ایشان اعلام می کرد، سران کاهنان و ملایان با کلانهای یهود پیش او آمدند و گفتند: با ما بگو، با چی اختیار این کارها را می کنی؟ کی به تو این اختیار را داده است؟ عیسی به آنان جواب داد: من هم از شما سوالی دارم، با من بگویید، آیا تعمید یحیی از جانب خدا بود یا از جانب بشر؟ آنها بین خود بحث کرده گفتند: اگر بگوییم از جانب خدا بود، او خواهد گفت چرا با او ایمان نیاوردید؟ و اگر بگوییم از جانب بشر، همه مردم ما را سنگباران خواهند کرد، چون یقین دارند که یحیی یک پیامبر بود. پس گفتند: ما نمیدانیم از کجا است. عیسی به ایشان گفت: من هم به شما نمیگویم که با چه اختیار این کارها را میکنم. عیسی به سخن خود ادامه داد و برای مردم مسئله آورده گفت: مرد تاکستان احداث کرد و آن را به باغبانان سپرد و مدت دراز به سفر رفت. در موسم انگور غلام را پیش باغبانان فرستاد تا حصه خود را از محصول تاکستان بگیرد، اما آنها غلام را لت و کوب کردند و دست خالی بازگردانیدند. صاحب تاکستان غلام دیگری فرستاد، او را هم لت و کوب کرده و با او بدرفتاری کردند و دست خالی برگردانیدند. غلام سوم را فرستاد، این یکی را هم زخمی کردند و بیرون انداختند. پس صاحب تاکستان گفت: چه باید بکنم؟ پسر عزیز خود را می فرستم، شاید حرمت او را نگه دارند. اما باغبانان وقت او را دیدند با هم بحث کردند و گفتند: این وارث است، بیایید او را بکشیم تا ملک به خود ما برسد. پس او را از تاکستان بیرون انداختند و کشتند. حالا صاحب تاکستان با آنان چه خواهد کرد؟ او می آید و این باغبانان را می کشد و تاکستان را به دست دیگران می سپارد. وقت مردم این را شنیدند گفتند: خدا نکند. اما او طرفشان دیده گفت: پس معنی این قسمت از کتاب مقدس چیست؟ آن سنگ که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است. هر که بر آن سنگ بیفتد پارچه پارچه خواهد شد، و اگر آن سنگ بر کسی بیفتد او را کاملا نرم خواهد کرد. ملایان یهود و سران کاهنان می‌خواستند در همان لحظه او را بگیرند، چون پی بردند که مقصد آن مثل خود آنهاست، اما از مردم ترسیدند. پس به دنبال فرصت می‌گشتند و ماموران مخفی که خود را دیندار نشان می‌دادند پیش او فرستادند تا حرف از دهان او بگیرند و آن را دستاویز برای تسلیم او به حکم و به دست والی رومی بسپارند. از او پرسیدند: ای استاد، ما می‌دانیم آنچه تو می‌گویی و تعلیم می‌دی درست و بجا است. تو در مورد هیچ کس فرق نمی‌گذاری، بلکه با راستی و درستی رای خدا را تعلیم می‌دی. آیا ما اجازه داریم که به امپراتور روم مالیات بدهیم یا نه؟ عیسی به نیرنگ آنان پی برد و فرمود: یک سکه نقره به من نشان بدهید. نقش و عنوان کی روی آن است؟ جواب دادند: امپراتور. عیسی فرمود: پس آن چه از امپراتور است به امپراتور و آن چی از خداست به خدا بدهید. به این ترتیب کوشش آنان برای به دست آوردن دلیل به مقابل او در برابر مردم به اثر ماند و در حالی که از جواب او حیرت کرده بودند خاموش ماندند. بعد چند نفر از پیروان فرقه صدوقی که منکر رستاخیز پس از مرگ بودند پیش آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، موسی این امر را برای ما نوشت، چنانچه مرد زنی بگیرد ولی بدون اولاد بمیرد، برادرش مجبور است آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندان بیاورد. حالا 7 برادر بودند، اولی زنی گرفت و بدون فرزند مرد، بعد دومی او را گرفت و سپس 3 و همین طور هر 7 نفر مردند و هیچ اولادی به جا نگذاشتند.
بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز او باید زن کدام یک باشد؟ چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند. عیسی به ایشان فرمود: زنان و مردان این جهان ازدواج می کنند، اما کسانی که شایسته رسیدن به جهان آینده و رستاخیز از مردگان بشوند، زن نمی گیرند و شوهر نمی کنند، زیرا آنها مانند فرشتگان هستند. دیگر مرگ برای آنان محال است، و چون در رستاخیز شرکت دارند، فرزندان خدا هستند. این مطلب که مردگان بار دیگر زنده می شوند مطلبی است که خود موسی در داستان بته سوزان، آنجا که خداوند را خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب خطاب می کند، نشان داده است. خدا خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است، چون پیش او همه زنده اند. در این مورد بعضی از ملایان گفتند: ای استاد، عالی جواب دادی. و پس از آن دیگر جرأت نکردند که از او چیزی بپرسند. عیسی به ایشان فرمود: چطور می توان گفت که مسیح پسر داوود است؟ چون خود داوود در کتاب زبور می گوید: خداوند به خداوند من فرمود، در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو بیندازم. باره داوود او را خداوند خطاب می کند، پس چطور او می تواند پسر داوود باشد؟ عیسی در حضور همه مردم به شاگردان فرمود: از ملایانی که دوست دارند با چپنهای دراز بیایند و بروند و علاقه شدید به سلامهای احترام آمیز در بازارها، بهترین جاها در کنیسه ها و دعوت ها نشان می دهند، احتیاط کنید. آنان مال بیوزنان را می خورند، حالان که محض خودنمایی نماز را طول می دهند. آنها شدیدترین جزاها را خواهند.